درود، سلام، تکبیر. خانم اجتماعی، تو این جمع میشه تکبیر گفت؟ نه؟ مرسی. عرضم به حضورتون که من فکر کردم چون راجع به روزنه های امید قرار صحبت کنیم، اول یه چیزایی بهتون نشون بدم روی مانیتور. این جنگ داخلی سوریه است. این یکی از کمپ های داعش هست که زنان رو اجیر میکنن و میفروشن، یزیدی ها، دخترای یزیدی یا ایزدی ها. این بوکو هارام هست توی نایجریه که باز زنان رو میفروشن و در واقع اسیر کردن. این جنگ 40-50 ساله کولومبیا است، آمریکای جنوبی. این اگر باور میکنید پاریس هست. این ما میگیم گتوهای پاریس، محلات، محلایی که مسلمون نشین است، خرابهایی که توی زندگی میکنن. این شبه کودتای ترکیه است. من میگم شبه کودتا چون بحث مفصله. این ایالات متحده آمریکا، میواکی، 23 روز پیش. من میدونم بحث این کنفرانس راجع به روزنه‌های امید قراره باشه و هست، اما فکر کردم لازمه به واقعیاتی که ما باش سر دست و پنجه نرم می‌کنیم هر روز یکم به طور ملموس ببینید، و این واقعیاتی است که دنیا باش داره در حقیقت دست و پنجه نرم می‌کنه. بحثی که مطرح است این است از نظر اخلاقی و ارزش‌های اخلاقی و نسبیت‌گرایی اخلاقی. بحثی که مطرح است این است که چگونه ما میتونیم به یک سرباز داعشی بگیم که تجاوز به یک دختر یزیدی تو رو به خدا نزدیک نمیکنه. با چه زبونی، با چه ارزشی، با چه معیاری، با چه محکی، با چه کیل و میزونی ما میتونیم این ارزش ها رو بسنجیم و بگیم چرا این کار رو نبایستی انجام بدید؟ چجوری میتونیم به جمهوری اسلامی بگیم حجاب اجباری به کرامت خانم زنها کمک نمیکنه؟ با چه مقیاسی، با چه معیاری؟ چگونه میتونیم به فرانسه که خودشو مهد آزادی و دموکراسی میدونه بگیم آقا با 10-12% جمعیت مسلمون منطقی نیست که 60-70% زندونا با مسلمونا پر شده تو فرانسه؟ چجوری میتونیم به ایالات متحده آمریکا و کسایی که طرفدار خشونت هستن و تعصبات نژادی دارن بفهمونیم که ارزش‌های اخلاقی والاتری هست که نمیتونه آزادی و برابری رو برای یک عده سفید پوست و یک عده سیاه پوست جدا کنه؟ با چه ارزش‌هایی، با چه معیاری؟ بحث بین ارزش‌های مطلق و ارزش‌های نسبیه. این بحث جدیدی هم نیست. یکی از نمونه‌های بارزش که در تاریخ غرب وجود داشته و داره، همجور که می‌دونید، بحثی است که سقراط و سوفسطاییان داشتن راجع به اینکه آیا ارزش مثلا خوبی یا عدالت یک چیز مطلقه یا یک چیز نسبیه. همجور که می‌دونید افلاطون اینو قشنگ در دیالوگاش نوشته که سوفسطاییان بر این باور بودن که نخیر، ارزش ها مطلق نیستن، نسبی هن، فرهنگی هن، تاریخ، آداب، رسوم، منطقه به منطقه، فرهنگ به فرهنگ فرق میکنه. این برحال بحث بسیار قدیمی است. اما بحثی که الان مطرحه و من دلم میخواد مطرح کنم، همین مبحث در دنیای پسا مدرن که الان ما در واقع درش هستیم و مطلبی رو که مدرنیته ارائه داده راجع به ارزش های اخلاقی و اجتماعی. خب
من اول راجع به مدرنیته صحبت میکنم و بعد پسا مدرنیته رو مطرح میکنم که یکم بیشتر بتونیم این مبحث اخلاق و اخلاقیات رو بررسی کنیم. ببینید مدرنیته، و وقتی من میگم مدرنیته تقریبا آخر قرن 17 و در واقع تمام قرن 18 موسوم هست به دوره روشنگری، اونی که ما میگیم enlightenment به انگلیسی، دوره روشنگری در اروپا بوده و غرب به این بسیار میباله، چون باعث و بانی تمام این گفتمان هایی که در حقیقت از موقع رایج شده تا امروز هستیم. دقت کنید ببینید چه باورهایی داشتن این در واقع کسانی که من 3-4 تا اسمم میگم که من مطمئنم همه اینا رو شما شنیدید، کسانی مثل ولتر، کندورسه، مونتسکیو. این افراد در اواسط قرن 18 شروع کردن یک بحثی رو مطرح کردن، بحث بسیار جالبیه. بحث این است که وقتی که ما به طبیعت مینگریم میبینیم که در طبیعت یک نظم وجود داره و این نظم تابع قانونه، قانونمنده. نه تنها قانونمنده بلکه معقوله، یعنی عقلانیه. با استفاده از ذهن عقلانی انسان، یعنی با استفاده از عقلمون، ما قادریم که این قوانین طبیعت رو کشف کنیم و وقتی این قوانین رو کشف کردیم میتونیم از اینا بهره گیری کنیم، بهره برداری کنیم و در واقع زندگی خودمون رو بهتر کنیم. بهترین مثال این نمونه، یعنی بهترین الگو بایستی بگم، بهترین الگوی این منتالیتی یا فکر در دنیای مدرن اسحاق نیوتن هست، که شما قوانین طبیعت رو کشف میکنید، قوانین فیزیک رو، و بعد وقتی کشف کردید شماره گذاری میکنید و بعد میتونید در واقع بررسی کنید که چقدر دانش دارید، چقدر ندارید، چی رو میتونید امتحان کنید، چی رو نمیتونید امتحان کنید. خب این در عالم فیزیک یا فیزیکال یونیورس بود، در واقع عالم مادی بود. روشن فکرای دوره مدرنیته بر این باور هم بودن که همونجور که در دنیا در طبیعت این وجود داره، در عالم انسانی هم این قوانین وجود داره. یعنی این قوانینی که عقلانی هست، این قوانینی که گسترده است و تمام شموله، ما میگیم یونیورسال، یا بعضیا تو فارسی میگن یونیورسال به خاطر فرانسه، یونیورسال یا یونیورسال میگیم، یا تمام شمول هست. این قوانین مثل قوانین جاذبه، مثل قانون 1 و 2 و 3 نیوتن، این قوانین هم تمام شمولن، تمام انسان ها رو در بر میگیرن، به رغم اینکه سفید باشن، سیاه باشن، زن باشن، مرد باشن، تو آفریقا باشن، تو آتن باشن، تو ایران باشن، جوامع تابع این قوانین هستن. حالا این قوانین چیا هستن؟ دوباره از با بهره گیری از عقل سالم به این نتیجه رسیدن که یک چیزایی است که اینقدر بدیهیه به عقل، برای عقل انسان، انسان عاقل، که در واقع پر واضحه و اینقدر بدیهیه دیگه دلیلی لازم نداره. مثال میزنم، بهترین نمونش جان لاک انگلیسی است، راجع به حقوق اولیه انسان صحبت میکنه، همون حقوقی که تاماس جفرسون آمریکایی هم اینو استفاده میکنه که همه حق زندگی دارن، حق آزادی دارن، حقوق طبیعی انسان و حق مالکیت دارن. این حرفای در حقیقت جان لاک هست. بنابراین گفتمانی که مدرنیته مطرح میکنه، یک این هست که در واقع حاکم دنیا یه نوع قوانین معقول هست که قابل شناخت هست و میتونیم ما اینو کشف کنیم. دو اینکه انسان قادر این از اینا استفاده کنه، زندگی خودش رو بهتر کنه. هیچ دوره‌ای، هیچ در تاریخ غرب هیچ موقعی نبوده که اینقدر فلاسفه و اینتלקچوال‌ها و روشنفکرها خوشبین باشن نسبت به وضع دنیا. کندورسه میگه تا سابقه نداره که ما بتونیم نه تنها در انگلیس، نه تنها در فرانسه، نه تنها در آمریکا، بلکه در آفریقا، در آسیا بتونیم این حقوق رو در واقع ترویج کنیم و جوامعی که در واقع هیچ موقع بویی از این قوانین نبردن، اینا هم به زودی بپیوندن به جامعه متمدن. این حرفای کندورسه است. در ضمن بر این باور بودن که این قوانین باعث میشه
که پیشرفت ادامه پیدا کنه. یعنی همیشه دنیا رو به پیشرفته. چجوری؟ با بهره‌گیری از فن و فناوری ما میتونیم تغذیه بهتر، بهداشت بهتر، ارتباطات بهتر. این حرف حرفای قرن 18 همه، یعنی فکر کنین 1750 میلادی به این طرف. حالا الان این صحبت های یک ماه پیش بود. بنابراین از یک منظر شما به این نگاه میکنید، میبینید دنیایی که اینقدر امیدوار بوده، اینقدر خوشبین بوده، اینقدر توانمند بوده که قوانین جامعه انسانی رو هم کشف کنه و این قوانین رو استفاده کنه، باعث همونجور هم که میدونید سه تا انقلاب بسیار بسیار مهم دنیا شده. انقلاب سفید انگلیس 1688 1688، انقلاب آمریکا 1776 و انقلاب فرانسه 1789. بنابراین نه تنها در علوم تجربی، در فیزیک، شیمی، بلکه در علوم انسانی و علوم تجربی و علوم اجتماعی هم، جامعه شناسی، اقتصاد و آدم اسمیت، عرضم به حضورتون که آگوست کومت در جامعه شناسی. بنابراین این خوشبینی بدون دلیل هم نبود. این بحثی است که مدرنیته ارائه داد و امیدوار بود که دنیا به زودی به اون سوق بره، به اون طرف بره. اما بحث پست مدرن چیه؟ و این الان بحث در حقیقت دائمی است که هم در آکادمیشن، هم در دانشگاه ها و هم در حقیقت جوامع جا افتاده، مخصوصا غرب. و من میدونم که الان شرق هم استفاده میکنه از این گفتمان پست مدرن. بنابراین این یکم در حقیقت موشکافی لازم داره. بحثی رو که پست مدرنیته مطرح میکنه یه بحث کاملا جدایی است از مدرنیته. بحث این است که این خیال بافی که فیلسوفا و دانشمندان و روشنفکران مدرنیته داشتن به این سادگی هم نیست. در واقع مدعای پست مدرنیته این هست که چیزی به عنوان واقعیت یا ریالیتی، به عنوان حقیقت مطلق وجود نداره. عدالت مطلق وجود نداره. قانونی تمام شمول نیست. هیچ قانونی یونیورسال و تمام شمول نیست. ما در حقیقت چیزایی که داریم واقعیت‌های کوچک و محلی و بومی داریم که اینو قبول کردیم و بر اساس اون جامعه خودمون رو برقرار کردیم. قانونی نیست که یونیورسال و تمام شمول باشه. اینها در واقع یک خیالاتی است که دانشمندای مدرنیته مطرح کردن. چرا؟ دلیلش هم این است، میگن که در واقع هیچ واقعیتی خارج از روابط انسانی وجود نداره. یعنی یک مفهومی هست به عنوان social construction of reality. این ترجمهش هست ساختن اجتماعی واقعیت. یعنی واقعیت ساخته و پرداخته روابط اجتماعی و مخصوصا زبان. نقش زبان بسیار نقش کلیدی در این گفتمان و در این فلسفه میشه. بنابراین یعنی چی؟ یعنی که خب هر مملکتی، حتی هر فردی ممکن یا هر گروهی ممکنه یک واقعیت هایی براش مطرح باشه و قبول کرده باشه که ساخته و پرداخته اون فرهنگه. اما از اونم بالاتر خود این فرهنگ ساخته و پرداخته رژیم‌های قدرتی هستن که در دنیا وجود دارن. این رژیم‌های قدرت منظور فقط حکومت‌ها نیستن. شما از مثلا انجمن جراحان آمریکا بگیرید تا مثلا انجمن خانه و مدرسه، اینها اون سازمان‌هایی هستن که قدرت درش نهفته است. بنابراین با بهره‌گیری از زبان و روایت‌هایی که تعریف می‌کنن یک داستانی شکل می‌گیره، ساخته و پرداخته میشه، بعد از مدتی جا می‌افته و بعد میشه واقعیت شما. این واقعیت رو قبول می‌کنید و این در واقع
همین جوری فرهنگ، فلسفه، علم درست میشه. هیچ چیز خارج از ما نیست. خب یک نتیجه منطقی این بحث این است که اگر قوانینی تمام شمول وجود نداره، اگر ارزش ها نسبی هستن، اگر هر فرهنگی، هر تاریخی، هر مملکتی و حتی هر گروهی واژه های مخصوص خودش رو داره، چارچوب فکری خودش رو داره و روایت های خودش رو داره، بنابراین خیلی مشکل میشه ما از یک مملکت به یکی دیگه بگیم چرا این کار کردی؟ این حقوق اولیه انسان رو چرا زیر پا گذاشتی؟ میگه بر چه روی چه حسابی به من میگه این حقوق رو تو قبول کردی؟ این ممکنه واسه شما باشه، واسه من نیست. این نسبیه. نسبی بودن، نسبیت ارزش‌ها اینجوری جا میفته. شما ممکنه بیان بگین، من یه نمونه میگم چون وقت زیاد نیست، یه نمونه میگم. فکر کنید راجع به حجاب اجباری. خب وقتی که به آقایون بحث میاریم که آقا جون حجاب اجباری به حوزه شخصی آحاد زنای جامعه تجاوز میکنه، وقتی شما اینو مجبور میکنید، بحث این است که میگن خب کرامت انسان و کرامت زنها در این نیست که به عنوان یک شیء، همونجوری که در غرب مطرحه، و به عنوان یک آلت زیبایی یا جنسیتش استفاده میشه استفاده بشه. کرامت انسان در این است که در واقع پوشیده باشه. خب اینو باش چجوری بحث کرد؟ با چه ارزشی؟ چه ما ضابطه‌ای داریم؟ چه کیل و میزونی داریم؟ چه محکی داریم که استفاده کنیم؟ بنابراین این مسئله خیلی به قول معروف بیخ پیدا میکنه در تمام فرهنگ. و بعد آیا ارزش و یا گفتمانی هست که بتونه قاضی ارزش هایی که با هم متضادم هستن باشن؟ ببینید حتی در یک مثلا مارکسیستا یا حتی اسلام، خوانش های متفاوتی از مارکس ممکنه ارائه داده بشه و داده شده، همونجور که خوانش های متفاوتی از اسلام داده شده. این باز زبون خود پست مدرن است. این خوانش که در حقیقت این تعبیر، این تفسیر، این ممکنه فرق کنه، همونجوری که صوفیا و کسایی که اسلام عرفانی رو باور دارن خیلی فرق میکنه تعبیر و تفسیرشون از اسلام با کسایی که مثلا سلفی هستن یا وهابی هستن. بنابراین حتی تو یک حوزه هم این تفاوت ها وجود داره. خب اگر اینجوری است، پس آیا ما یک محکی داریم که بتونه قضاوت کنه بین این ارزش های متفاوت، ارزش های غربی، ارزش های شرقی، ارزش های اسلامی، ارزش های مارکسیستی، ارزش های کاپیتالیستی و و و؟ پست مدرن ها میگن نه، میگن نه تنها اون وجود نداره، بلکه قبلا در تاریخ فلسفه و تاریخ غرب فلسفه خودش رو قاضی و هیئت جوری تمام علوم میدونست همیشه، یعنی همیشه تصمیم میگرفته کی درست میگه کی غلط میگه. خب این نقش بعدا به مذاهب و مثلا چرچ کاتولیکا رسید که در حقیقت اونا تصمیم میگیرن چی درسته چی غلطه. و در مدرنیته، خدای مدرنیته واقعا عقل سلیم و بعد ساینس، علم و ساینتیفیک متد، روش تجربی بود. گفتمان پست مدرن میگه هیچ کدوم از اینا نه تنها نمیتونن قاضی باشن، حتی ساینس، حتی علم، حتی دانش تجربی نه تنها نمیتونن باشن، بلکه هر کدومشون چارچوب خودشونو دارن و این چارچوب های متفاوته، مثلا مذهب، فلسفه و علم، نه تنها متفاوته بلکه با هم ادغام هم نمیشه بشه، نمیتونی اینا رو با هم قاطی کنید. من یه مثال میزنم، مثلا میگم شما فوتبال اروپایی که بازی میکنید مثلا میگین آفساید شد، درست مثل این که توی یک دارین بسکتبال بازی میکنه یه داور سود بزنه بگه آفساید. خب این آفساید فقط معناش در فوتبال آمریکایی مطرحه، فوتبال اروپایی مطرحه. تو فوتبال آمریکایی شما اگه بگید آفساید یه کاملا معنی دیگه میده. اون به اون معنی است که خط حمله یا خط دفاع زودتر از اینکه قرار بوده حرکت کنه حرکت کرده. بنابراین همه اینا درست مثل تنیس، مثل نمیدونم بسکتبال، مثل فوتبال،
هر کدومشون زبون مخصوص خودشون دارن، بنابراین فلسفه، مذهب، علم، حتی علم تجربی هم نمیتونه قاضی تمام اینها باشه. خب من اینو به عنوان دو تا گفتمان مشخص روبروی هم گذاشتم. خب چی میشه؟ قضیه چیه؟ قضیه این هست که اگر این درست باشه که در واقع ارزش یا ارزش‌هایی وجود نداره که ما بتونیم محک بزنیم درستی یا نادرستی، که این خودش یک خانش به خصوصی است از پست مدرن و رایج هم هست، بعد بایستی در واقع انتظار داشته باشیم که در واقع در عصر معاصر خیلی اختلاف گفتمان‌ها زیادتر شده باشه، خیلی اختلاف‌های ارزشی و ارزش‌های اخلاقی، سیاسی، اجتماعی زیادتر شده باشه. من وقتی میگم ارزش‌های سیاسی، سیاسی به معنای خوب کلمه، نه به معنای بد، یعنی اون واژه بدخیمشو من نمیگم، منظورم سیاست‌گذاریه نه ایدئولوژیک یا کارهای حزبی. ارزش‌های سیاسی پس بایستی با هم خیلی متفاوت باشه و شاید بعد این تصویرایی که می‌بینید میگید خب بس اینم درسته، ولی من میخوام بهتون مژده بدم که این درست نیست. در واقع برخلاف این پیشبینی دنیا حرکت کرده، به این معنا که نه تنها ارزش‌های متفاوت و بومی جایگزین اون ارزش‌های والا و تمام شمول پست مدرن یا گفتمان پست مدرنیته نشده، بلکه ترویج بیشتر و بیشتری پیدا کرده. و این بس فرا فرهنگی، فرا مملکتی، حتی فرا ایدئولوژیک هم بوده. ببینید از لهستان تا مصر، از شیلی تا هنگ کنگ، از ایران تا یمن، تمام این کشورها و تمام شهروندان این کشورها به دنبال حقوق شهروندی خودشون بودن و هستن و این گفتمان جا افتاده که یک حقوق اولیه ای انسان ها دارن که ربطی به مذهب و سفید و سیاه و جنسیت نداره. حق زندگی، حق امرار معاش، حق عدالت خواهی و همجور که میبینید دموکراسی و دموکراتیزه شدن یا لیبرالیزه شدن ترویج پیدا کرده. مردم دیگه حق و حقوق خودشون رو به عنوان یک شهروند دارن متوجه میشن، میفهمن که حق آسایش دارن، حق امنیت دارن، حق دارن یک حکومت‌هایی داشته باشن که کارآمد، کارایی داشته باشه و حکومت بایستی بازخواست پذیر باشه. از تهران بگیرید تا مصر، تا از ایران باز بگم تا مصر، از سوریه بگیرید تا یمن، همونجوری که گفتم از هنگ کنگ بگیرید، همه میگن ما انتخابات آزاد میخوام، انتخابات سالم میخوایم. این یه چیز، یک جا افتاده. بنابراین اگر گفتمان پست مدرنیته رو دنبال کنیم، برخلاف اون توقعی که میرفت بایستی در حقیقت کمتر شده باشه این تمام شمولی، این یونیورسالیزم یا اونیورسالیزم، در صورتی که این نشده. همه متوجه این شدن که بایستی یک حقوق اولیه دارن به خاطر که انسانن. خب پس چه اتفاقی داره میفته الان؟ این چجوری میشه اینا رو با هم در حقیقت توجیه کرد که از یه طرف جنگایی که میبینید و این آشوبایی که دیدید در دنیا وجود داره، از یه طرف یک عدالت خواهی وجود داره و یک حقوق اولیه مردم واسه خودشون قائلن. باز من مثال میزنم، در مخصوصا از بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی از 1990 تا به امروز حدود 30-40 تا انقلاب در این کشورهایی که من اسم بردم، از شیلی بگیرید، آرژانتین، برزیل و و و و اتفاق افتاده. یعنی کاری به آمریکا و آفریقا و آسیا و غرب و شرق نداره و همه اونها این آزادی‌ها و حقوق اولیه رو میخوان. علاوه بر اون تقریبا نزدیک 200 تا کشور اعلامیه جهانی حقوق بشر را هم امضا کردن و با وجود اینکه راجع به خیلی چیزای دیگه اختلاف دارن، حتی گروه‌های اپوزیسیونی که در این کشورها کار می‌کنن و سر همه چی با هم اختلاف دارن، اما سر این حقوق اولیه و این منشور جهانی حقوق بشر که میرسه میگن خب اینو ما قبول داریم.
بنابراین من از نظر فلسفی ممکنه قائل بشم که در واقع شالوده‌ای برای باور این خوشبینی یه گفتمان گفتمان مدرنیته وجود نداره، ولی از نظر تجربی دارم میبینم که در واقع وجود داره. یعنی در حقیقت مردم به یک اجماع رسیدن، با همدیگه به این توافق رسیدن که یک حقوق اولیه‌ای دارن و این حقوق اولیه است که باعث شده این روزنه هایی که راجع بهش روزنه های امیدی که صحبت میکنیم به نظر من خیلی بیشتر از روزنه هم هست، ولی به نظر میاد، الان هم میگم چرا، به خاطری که پیشرفت همگن و یکسان در تمام دنیا نیست. بنابراین ما یه جایی رو میبینیم، یه جایی رو نمیبینیم، یه جایی عقبتره، از یه جای دیگه شروع کرده، از یه مبدع دیگه شروع کرده، و بعد رسانه‌ای شدن و جهانی شدن بسیار تأثیر مثبت و منفی راجع به مسئله داشته. یعنی خبر زودتر میاد بیرون، بنابراین شما بیشتر میدونید، زودتر میدونید از مسائل مشکلات دنیا. اما در کل انسان‌ها توانمند شدن، بهتر شده وضع. من اگر ببینید این از 1900 از 1946 بذارین اگه برم این رو اگه نگاه کنید ببینید اون خط قرمز پایینی جنگ‌های بین کشورها رو نشون میده. از 1946 به این بر ببینید سیر نزولی داشته، جنگ و کشت و کشتار بدتر نشده، بهتر شده، ولی ما چون نزدیکیم به عصر خودمون اینو اینجوری نمیبینیم. ولی ببینید در حقیقت دو تا جنگ دنیا رو به خون و آتش کشید، جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم. یعنی جنگ بین کشورها، با ما میگیم نیشن استیت، دولت، دولت ملت. اما ببینید سیر نزولی این نشون میده که کشت و کشتار دست جمعی حکومتی بین کشورها کاملا اومده پایین. ممکنه جنگ‌های داخلی و شورش زیادتر شده باشه در کشورها، اما این در کل اومده پایین. من یه چیز دیگه هم بهتون نشون ببینین، این باز ولفر بود، اینم نشون بهتون بدم چون وقت زیاد نیست، من از بقیه‌اش فاکتور میگیرم. ببینید این یک روند جالبی رو نشون میده، آبی، رنگ آبی نمودار نشان دهنده از 1945 یا 50 به این طرف رشد رژیم‌های دموکراتیک در دنیا است. اون یکی قرمزه رژیم‌های مطلقه و خودکامه رو نشون میده. و همونجور که می‌بینید این داره میاد پایین. این یه چیزی نیست که در واقع این خوشبینی که مدرنیته داشت پرم بی ربط نیست در واقع. بنابراین این ترند باز نشون میده که نه تنها روزنه‌های بسیار امیدواری برای دنیا وجود داره، بلکه شواهد تاریخی هم نشون میده. الان گفتن گذشته آینه آینده است و این جنگ هایی که خانمان برانگیز بود و ایدئولوژی های مثل فاشیسم، مثل کمونیسم که دنیا رو به خاک و خون کشید، اینها به طور خیلی فاحش کم شده. خب بنابراین آیا نقش این ارزش‌های اخلاقی چی میشه؟ ما چجوری میتونیم باز برگرد من برمیگردم به این صحبت اصلی، چجوری ما میتونیم این رو با هم در حقیقت اینو حلاجی کنیم، این رو بشکافیم، چه اتفاقی داره میفته؟ ببینید دو تا اتفاق افتاده و یکیش این مسئله دموکراتیزیشنه. همونجوری که گفتم مردم، شهروندای کشورها به این مسئله واقف شدن که حق و حقوقی دارن و این حق و حقوق در واقع جا افتاده برای تمام مردم. درسته ممکنی بعضی از رژیم‌ها رعایت نمی‌کنن، ولی همجور که دیدید رژیم‌های غیر دموکراتیک و اتوریتریان، خودکامه، رو به انزوا و تنزلن. خب این یکی. بعد این یعنی چی؟ یعنی که مردم تمام دنیا دلشون میخواد حکومت‌هایی داشته باشن که از آن خودشون باشه. یعنی این اصل دیگه جا افتاده که حاکمیت از آن مردمه، متعلق به مردمه.
دولت و حکومت ها فقط مستخدم مردمن. دو، حکومت ها وقتی هم از طریق دموکراتیک و انتخابات آزاد که باز اینم یکی از مطالباتشون هست انتخاب میشن، بایستی حکومت ها بازخواست پذیر باشن، یعنی حساب پس بدن باز به مردم. یعنی باز میبینید قدرت مطلقه شاه، پادشاه و دیکتاتورا کم کم همجوری داره تنزل میکنه و سیر تاریخیش اینو نشون میده. علاوه بر اون باور دارن که یک ارزشایی هست که ارزشهای اولیه انسانی است که به تمام انسانها تعلق میگیره، حتی اگر این ارزشها ریشه و شالوده فلسفی نداشته باشن، چون مردم باور دارن این اتفاق افتاده. از همه مهمتر، من این رو در جوامع با آمار و ارقام خدمتتون عرض میکنم، ولی چون وقت کمه اونو ارائه نمیدم اینجا. مسئله تبعیض در دنیا داره بهتر میشه، مردم دارن در حقیقت حساسیتشون راجع به بردن گروه ها و افراد در حاشیه خیلی حساستر شدن. بنابراین مسئله آزادی یه طرف، مسئله تبعیض هم یه طرف، اما همونجور که گفتم این رشد و توسعه همگن و یکسان نیست در تمام دنیا. خب اگر این بحث اینجاست، اون بحث اصلی رو که پست مدرنیته مطرح کرد من دوباره مطرح میکنم، که واقعیت به طور اجتماعی و گروهی به وجود میاد، یعنی social construction of reality، یعنی ساختن اجتماعی واقعیت، یعنی ما واقعیت رو خودمون ساختیم و میسازیم. مسئله این بوده که اون رژیم های قدرت، یعنی دولت ها، سازمان های قدرتمند مثل سازمان های سرمایه‌داری، مثل انجمن شعرا، حتی یک یا انجمن وکلا، یک قدرتی دارن که با استفاده از اون قدرت میتونن یک بحث، یک گفتگو، یک روایت و در حقیقت یک ارزش ها و یک هنجارهایی رو در جامعه به وجود بیارن. خب اینو اگه قبول کنیم، وارونش هم صحیح میشه. یعنی چی؟ یعنی اگر واقعیت، حقیقت، عدالت ساخته و پرداخته روابط و رژیم های قدرت هست و به طور اجتماعی به وجود اومده، این به این معناست که خب به طور اجتماعی هم میتونه از بین بره و به طور اجتماعی هم میتونه بازسازی بشه. بنابراین نه تنها این وجود داره و اتفاق میفته، بلکه ما میتونیم این رو بازسازی کنیم، ما میتونیم این رو عوض کنیم. یعنی اگر واقعیتی رو دوست نداریم، یک واقعیت تلخی است، یک واقعیت زشتی است، یک واقعیت دردناکی است، مثل این تجاوزها، مثل به حاشیه فرستادن یک گروه، مثل همین مسائلی که در دنیا میبینید، پس ما میتونیم به طور اجتماعی اینو عوض کنیم. خب این یک در حقیقت مسئولیتی برای ما به وجود میاره. من الان اون مسئولیت رو خدمتتون عرض میکنم. ولی یه اتفاق دیگه هم افتاده که این رو من باز خیلی مختصر میگم، و اون اتفاق جهانی شدن هست که رابطه مستقیم با این ساختن اجتماعی واقعیت داره. ببینین، شکی نیست که نتیجه جهانی شدن، با هر تعریفی که بگیرید، نتیجه آخر این قضیه این بوده که آحاد افراد جامعه توانمندتر شدن. خودتون رو نگاه کنید، و من میدونم که عمه 78 ساله من فیسبوک باز و هنوز من از عروسی بیرون نیامدم، تمام دنیا میدونن من چی خوردم و لباسم چی بوده. خب اگر من عرض کردم جهانی شدن نهایتا انسانها رو، آحاد افراد جامعه رو توانمند کرده، این توانمندی به معنای است که شما قدرتتون زیادتر شده، شما میتونید سازمان تشکیل بدید، شما میتونید پول جمع کنید، شما میتونید اطلاعات به دست بیارید و از در خیلی از موارد میتونید دولت‌ها و حکومت‌ها رو دور بزنید، به خاطر اینکه اینقدر تکنولوژی پیشرفت کرده که نمیتونن واقعا این رو خاموش کنن. خب این توانمندی، شکی نیست که آحاد افراد توانمند شدن و در واقع یک مقدار از این
بلبشو و آشوب هایی که میبینید به خاطر این هست که با توانمند شدن افراد جامعه، سازمان های سنتی قدرت، رژیم های سنتی قدرت دوست ندارن و نمیخوان ببینن که کنترل از دستشون در بره به طور ساده. بنابراین این باز راجع به قدرت افراد هست. خب حالا این دوتا رو من میخوام بذارم بغل هم و راجع به روزنه های امید صحبت کنیم. یک، جهانی شدن و توانمند شدن آحاد افراد. شما میتونید از کانادا دوا سفارش بدید بدون که هیچ دخالتی سازمان نمیدونم پیدیاتریک اسوسییشن آمریکا دست داشته باشه یا فارماسوتیکال. شما میتونید دوای گیاهی از چین سفارش بدید، میتونید با یه دکتر تو چین مشورت کنید، میتونید از طریق اسکایپ حتی ویزیت روانکاو و روانشناس رو آنلاین بدید، میتونید خرید کنید، میتونید قمار کنید، میتونید مشروب بخرید، میتونید سکس داشته باشید آنلاین. این توانمند شدنه. من فقط اینو گفتم بهتون چون بدون این توانمند شدن به این معناست که شما با قدرت شدید. ولی قدرت رو همونجور که میدونید میشه در راه خوب یا شر، خیر یا شر استفاده کرد. اینجاست که ارزش‌ها و اخلاقیات بسیار مهم میشه، چون قدرت تکنولوژی و توانمند کردن انسان و پیشرفت علم اگر ارزش‌های اخلاقی و انسانی رو رعایت نکنه میتونه بسیار مخرب و مضر باشه و همونجوری که دیدیم اتفاق افتاده. بنابراین این نهایتاً این ارزش‌های اخلاقی هستن که میتونن راهچار و راهکار نشون بدن که آیا حتی علم پزشکی که چه نوع انسان و چه نوع بیماری هایی بایستی مثلا اول از همه علاج بازش پیدا کرد، یا چه نوع انسانی ما میتونیم درست کنیم، چون با جینوم با جن الان میتونید بسیار بسیار دقیق حتی یک انسان های جدیدی تولید کنید که بی سابقه بوده. خیلی ها من مطمئنم دلشون نمیخواد پیر بشن، دلشون میخواد آلزایمرز از بین بره، ولی مسئله این است که چه کسی دسترسی به این فناوری میتونه داشته باشه، کجا. بنابراین هنوز مشکل زیاده، اما توانمند شدن وجود داره. خب اگر این روزنه های امید رو که راجع بهش صحبت کردیم وجود داره و اگر واقعیت ساخته و پرداخته اجتماعی ما و اجتماع هست و وظیفه یک وظیفه در حقیقت به افراد جامعه وارد میشه اینجا، یه وظیفه روشون گذاشته میشه، خب این وظیفه چی است؟ من بر این باورم که برای اینکه بتونیم این روزنه های امید رو تبدیل کنیم به دروازه هایی برای رسیدن به یک مدینه فاضله، ما یک کارایی میتونیم انجام بدیم که این روزنه ها به این دروازه ها تبدیل بشن. من وقتی میگم مدینه فاضله منظورم یک جامعه افلاطونی نیست که توسط فیلسوفایی که عدالت مد نظرشون هست اداره بشه. منظورم هم ناکجا آباد تاماس مور نیست. وقتی من میگم مدینه فاضله یا باید بگم یک دنیای فاضله، منظورم دنیایی است که در اون تعصب وجود نداره. تساوی حقوق در حقیقت اتفاق افتاده. مرزها باز شده، همونجور که ایالات متحده آمریکا بین ایلینوی و مریلند و کالیفرنیا مرزها باز شده، مدینه فاضله‌ای که ازش من صحبت میکنم مدینه ایست که مرزها در واقع بازن بین کشورها. راجع به مدینه فاضله‌ای صحبت میکنم که آسیب شناسی دنیا رو در تعلیم و تربیت میبینه و تعلیم و تربیت رو تجویز میکنه. مدینه فاضله میبینم که صلح پایدار عمومی میتونه برقرار باشه. مدینه فاضله میدونم که انتخابات آزاد و سالم، همجوری که سال هاست قرن باید بگم دهه هاست که در ایران احبای ایران این انتخابات رو برگزار میکنن. بنابراین بحثی که من دارم اینجا میکنم این است که اگر قرار یک مدینه فاضله‌ای به وجود بیاد و ناکجا آبادم نباشه،
باز این ارزش‌هایی که گفتم مهم میشه، ولی یک مسئولیتی رو هم به ما میده و اینجاست که این مسئولیت باز میشه مسئولیت جمعی آحاد افراد. چرا؟ به خاطر اینکه اگر واقعیت به طور اجتماعی ساخته و پرداخته میشه، به طور اجتماعی هم میتونه بازسازی بشه و این کنش آحاد افراد جامعه است که میتونه این مدینه فاضله رو در دنیا برقرار کنه. شاید فکر کنید من دارم توی رویا زندگی میکنم یا یه چیزی میگم که ممکنه به سن ماها نخوره، ولی در طول تاریخ 50 سال و 100 سال چیزی نیست. 2 سال پیش سده جنگ جهانی اول بود، آغاز جنگ جهانی اول بود. این آمال و آرزوهایی که خدمتون گفتم در بعضی از کشورها آردی به وجود اومده. تمام کشورهای اروپایی که باعث و بانی جنگ جهانی اول و دوم بودن و دنیا رو به سوی نابودی بردن، یک اتحادیه تشکیل دادن، مرزهاشون رو برداشتن، با هم همکاری میکنن، یک حکومتی دارن که میتونه قانونگذاری و سیاستگذاری کنه، زبان مشترک رو قبول کردن، حقوق رو مندرج و قانونمند کردن، حقوق انسان رو. در آمریکا نخیر، عقبگرد موقعی اتفاق میفته که رژیم های قدرت و بعد ما میگیم pockets of resistance، یک حوزه های کوچکی هستن از اجتماع که همیشه در واقع مقاومت میکنن و این به خاطر تغییر هست که شما این بلبشو به اصطلاح جنگ و جنگ های داخلی رو میبینید. ولی به طور کلی شما ببینید حقوق مردم واقفن ازش. منظورم اینه که اگر این دو فرض رو قبول کنیم که یک، جهانی شدن به توانمندی انسان کمک میکنه و بعد نقش ارزش‌ها و ارزش‌های اخلاقی بسیار کلیدی میشه در این توانمندی، و اگر قبول کنیم که این روزنه‌های امید فقط با همکاری و کنش آحاد افراد جامعه میتونه به یک کار اجتماعی تبدیل بشه، بعد وظیفه اون انسان‌هایی هست که به اون مدنیت رسیدن که این اخلاقیات رو رعایت کنن، نه تنها به اون مدنیت رسیدن که اینو درک کنن، بلکه به اون مدنیت رسیدن که تبعیض رو از خانه و خانواده خودشون بکنن، که حقوق انسان در خانه و خانواده، در مدرسه رعایت بشه، حق تحصیل رو به همه بدن، تمایز بین دختر و پسر نذارن، بین سفید و سیاه نذارن. و اینجاست که مسئولیت این جامعه بسیار بسیار مهم میشه. خیلی ساده است که بگیم این کار یکی دیگه است در حوزه سیاست گذاری و ما فعالیت نکنیم، ولی این اشتباه است، به خاطر که اگر واقعیت یک ساختار جمعی داره، ما جمعاً میتونیم این رو عوض کنیم و دنیا در حقیقت گذشته آینده آینه آینده است و میبینید که این خوشبینی بدون دلیل نیست. من با این مثال خاتمه میدم صحبتامو. میدونید که یه مثال معروف هست، میگن آدم خوشبین به یه لیوان نصفه آب نگاه میکنه، میگه که این نصف لیوان پره. آدمای بدبین به همون لیوان نگاه میکنن، میگن این نصفش خالیه. من میخوام یه چیزی به این اضافه کنم. یک آدم عملگرا به این لیوان آب نگاه میکنه، میگه من اینقدر هوا دارم، اینقدر آب دارم، اینقدر H2O دارم، اینقدر اکسیژن دارم، با اینا میتونم چیکار کنم؟ با این چه باید کرد؟ این رو جواب بدید. خیلی ممنون.